یک سلام مجدد خدمت تمام هموطنان خوبم. عید قربان، عید عبادت و بندگی را به تمام شما هموطنان خوبم مجددا تبریک و تهنیت عرض میکنم و در این بخشم خدمت دکتر صاحب مریم حسینی متخصص طب سنتی هستیم و صحبت های بیشتر را به خودشان در برنامه بیننده باشیم. بله، اما نگفته نمانا آرزو جان، این که امروز قرار هست دیگه صحبت ها ایدانه باشد، درست؟ دکتر صاحب عرض سلام و درود خدمت شما، عیدتان مبارک، خیلی زیاد خوش آمده. سلام و درود خدمت شما عزیزان و بینندگان و شنوندگان عزیز. زنده و سلامت. عید همگی مبارک باشه. سلامت باشین دکتر صاحب، خوش آمدین به برنامه. سلامت. خیلی خوشحال هستیم از اینکه در روز سوم عید در خدمت شما هستیم و حضور سبز شما را در ویژه برنامه عید قربان داریم. دکتر صاحب، عید را چگونه آغاز کردن و امروز هم که سوم عید هست، در کل روزهای عید چگونه سپری شده و کجاها رفتن؟ قبل از عید من مسافرتی داشتم اطراف ولسوالی های غزنی. بعد از اونم که عید بود خود کابل و جالب بود مراسماش برای منی که اولین بار توی افغانستان تجربه میکنم، خیلی جالب. و از روز اول عید تا الان ما به خانه خودمون نرسیدیم، هنوز مهمانیم. پس گفتم میتونیم که دکتر صاحب بیشتر مهمان بودین. آفرین، مهمانی ندادم ولی مهمان بودم خیلی. بیشتر دوست دارین دکتر صاحب مهمان باشین یا هم میزبان باشین؟ میزبانم دوست دارم ولی شرایطی که برام ایجاد شده بیشتر مهمان شدم، مثل امروز که الان اینجا مهمانم. بسیار عالی، نهایت خوشحال هستیم و انشاءالله ما بتانیم میزبانی خوبی داشته باشیم از دکتر صاحب. دکتر صاحب، این چقدر متفاوت تر بوده به دید شما، به نظر شما نسبت به سایر عیدها چه تغییراتی در این عید شما احساس میکنید؟ تغییراتی که اینجا اتفاق افتاده کاملا با ایران یه تفاوتی که داره، اینجا خیلی دور همی و همبستگی زیاده و عید رو کاملا احساس میکنی، خانه های همدیگه رفتن، دید و بازدید اتفاق میفته. ولی تو ایران معمولا چون که همیشه در حال کار کردنه یا تو مثلا مسیر راهبندی و اینا، بیشتر تمدد اعصابه، تمدد اعصاب، یعنی میرن مسافرت، دو تا خانواده، سه تا خانواده، نهایت خود و همون یه فرد با خانواده خودش، اعضای فامیل خودش میره مسافرت، مثل شمال، یه جایی که مثلا میتونه راحت باشن، اونجا استراحت میکنن تا عید و دید و بازدید باشه. و اینقدر عید قربان و عید فطر و اینا اینقدر جدی نیستن، فقط عید مبارک تنها سالی اینجا میگه عیدت مبارک داخل حاجی و قاضی و خیلی چیزایی که من اصلا بلد نیستم و جالبه. و قربانی دادن و که مراسمایی که هستش، ما از روز اول عید در حال قربانی خوردنیم همش. ما فردا داریم، امروز داشتیم، کاملا خیلی جالبه. من نمیدونستم به جز عید قربانم قربانی های دیگه هم هست، روزهای دیگه. بله، پس فامیلی با همدیگه انگار مثلا فامیلی با همدیگه مراسم میگیرن، همدیگه رو میبینن. به این چی میگن این مراسم رو؟ دور همی، یا هم دور همی میگن آرزو جان، هم قوش میگن. بله، بعضی مردم ها هستن که بعضی به نام قوش یاد میکنن و بعضی ها هم فرق میکنن. کفتر جان، بیشتر مردم به نام عید یک جای یا عید دور همی، عید یک قوم که بسته فامیلا یک جای میشن، کل فامیلا باز یک جای میشن، همون روز اول یا روز دوم عید را کلشان یک جای در خانه یکی جمع میشن و همونجا غذا و نان میپزن، دور هم هستن، به نام عید دست جمعی هم یاد میشن. من دیروز چنین عید دعوت بودم با بچه هم و اینا، فامیلی رفتیم اونجا و اولین بار بود تجربه این حالتی. فکر میکردم فقط خودمون میریم یه عید دیدنی و تمام، دیدیم چند منزل با هم دیگه، زنانه و مردانه و بچه و اینا، همه این همه فامیلی و اینقدر ندیده بودم واقعا. بله، اما فراموش شما نشد دکتر صاحب این که همه عیدی که برگزار میکنن، خب در خانه یک نفر جمع میشن، تمام این فامیل بزرگ، فامیل اقوام و خویشاوندان در خانه که بزرگ او فامیل هستن جمع میشن، بس پول هم پس انداز میکنن به یک نحوی، هر کسی یک مقدار پولی را میده و عمو عید را در کنار یکدیگر تجلیل میکنن. و جالبی در این هست آرزوی عزیز، این که خب عمو جا که عید مبارکی کردن دیگه خلاص، اگر هم برن خانه یکدیگرشان
دیگر چاشت نمیشینن یا هم شب نمیشینن. مثلا یک چای و شیرنی اگر باشه. بله. بعد دکتر جالبی هم هست که در عیدهای بعدی خانه یک فامیل دیگه یا نوبت هست دیگه. اگر امروز خانه این ماما بود، عید بعدی خانه مامای دیگه هست. یعنی هر عید خانه یکی کلشان جمع میشن و این عید ها خیلی خوشایند هست برای تمام مردم و برای کسایی که این مراسم ها را میگیرن. بیشتر میتونه خوشایند باشد. درست؟ دکتر صاحب به نظر شما حالا چقدر خوشایند هست عیدهایی که شما در حال حاضر در افغانستان تجربه میکنین و به خصوص این که ما امروز در سوم عید قربان هم قرار گرفتیم؟ این دید و بازدیدها به نظر شما چقدر میتونه که همو روابط، همو رابطه های فامیل ها را مستحکم بسازه؟ این دید و بازدیدها از لحاظ طب سنتی هم بررسی کنی، مصافحه تو اسلام اومده و وجود انسان یک نکته مهم داره، روابط واسه سرمایه است. یعنی ارتباطی که میتونه بگیره، کلامی، گفتاری و بله. از همه مهمتر دیداری، این سرمایه است. چی کار میکنه؟ این افسردگی ذهن رو آزاد میکنه. به خاطر همین باعث میشه بچه ها ارتباطشون راحت تر اتفاق بیفته. بچه ها حتی تو ایران یا خیلی کشورهایی که متمدن نوین در نظر بگیری، خیلی اسباب بازی ها، گودی های خیلی گران قیمت هستش، ولی چون که بچه همبازی نداره، از لحاظ بیس ارتباطیش با اون کسی که در ارتباط هستش بیشتر از اون منشأ میگیره. به خاطر همین الان این دید و بازدیدها و افراد مختلفی که میبینی، همون کلامی که اتفاق میفته، انرژی یا دوپامینی آزاد میکنه که انسان راحت میشه و این عید تو وجودش میمونه، حس خوبیه. تو ایران واقعا این حالت سنتی و این حالت خیلی ضعیف شده، نه اینکه بگم اصلا نیست، هست تو قومیت ها خیلی کمتر شده، ولی تو شهر واقعا اونجوری اتفاق نمیفته. حتی همسایه از همسایه اونجوری خبر نداره واقعیتش و به خاطر همین افسردگی و مشکلات اعصاب بیشتر اتفاق افتاده. اینجا با حتی با چیزهای کم با همدیگه خوشن، راحتن، خیلی این حس خیلی خوبیه. و این عید و دید و بازدید چی ایجاد میکنه؟ همبستگی که نیازهای همدیگه رو بفهمن، درد همدیگه رو بفهمن. این خیلی مهمه، مخصوصا با درک درست اتفاق بیفته واسه همه یک چیزی ایجاد میشه به اسم چی؟ انسانیت. انسانیت چی کار میکنه؟ برای انسان محبت، برای انسان فداکاری و خیلی چیزهایی که شخصیت انسان میبره بالا ایجاد میکنه. من برای بچه هم واقعا خوشحالم تو این عیده که تو افغانستان تجربه کرد. ما خیلی عیدهای مختلف تجربه کردیم، ولی الان انقدر که بچه من، دختر من حس قشنگ خوشحالی و راحتی رو داره، واقعا تو عیدهای دیگه اونجوری نبوده. مسافرت های فوق‌العاده عالی بوده، ولی این حسش خیلی قشنگه. پس کسر جان گفتن میتونیم که ما مردم که در افغانستان زندگی میکنیم خوشبخت ترین انسان ها شاید باشیم، چون واقعا عید و برات هایی که در افغانستان وجود داره، صمیمیت ها و دور همی هایی که ایجاد میشه، واقعا جای خوشحالی است که مردم عید را پرشکوه و خیلی بزرگ تجلیل میکنن. بله دقیقاً، که حتی همین عید را بهانه میکنن. بله. آرزوی عزیز دید و بازدید میداشته باشن از یک دیگرشان. خانم دکتر قرار هست ما با شما یک گیم هم بازی بکنیم، روز عید هست، امیدوارم بلد میشم از سوالای دکتری بپرسید و انشالله بعد برنامه که درونم زنده است بلد باشم، انشالله بلد هستن و بعد از برنامه هم همکارا دیگه انشالله آمادگی بگیرن که خانه دکتر صاحب بریم. بله انشالله دکتر صاحب بیشتر مهمان بودن، امروز میزبان باشن. اینو در نظر بگیریم ما چجوری بوده، کسی که از ولسوالی اومده و بعدش هم همش مهمان بوده. خب بریم سراغ بازی. دکتر صاحب بازی هم قسمی است که کلمات برعکس است، ما برعکس کلمات رو میگیم، شما کلمه اصلی رو باید بر ما بگیم. امیدوارم بلد باشم، چون که همون هزارگی هم من بلد نیستم. تازه بابا کلانی که هستش دیشب فهمیدم بابا کلانو میگن با کله بکن دیگه. من امیدوارم کلمات بلد باشم انشاءالله. خب کلمه اول آرزوی عزیز، کلمه اول باش که بر دکتر صاحب یک کلمه ساده تقلب برسونیم.
ناب خسروت. چی؟ ناب خسروت. اصلا نمیدونم چی هست. ناب خسروت شما ایره از آخر به اول. ناب خسروت. ناب خسروت. برعکس کلمه را ما گفتیم، شما کلمه اصلی را برای ما پیدا بکنین. این برعکس کلمه هست. متوجه شدم. ناب خسروت. از آخر شروع کنیم به اول که انشالله که میتونیم. ناب خسروت. جالبه. از خود کلمه را اصلا نمیدونم. خسروت. خسروت. ده. نه. نه. اصلا اوکی نیست. اگر یک نقل خیلی خود بر دکتر سن بفرمه. کتاب ربطی به کتاب داره، به خواندن و نوشتن و در کل نقل دادن دیگه دکتر سن. آشنایی ندارم آخه. ناب خسروت. ایره شما ما برعکس گفتیم، شما کلمه را از آخر به ذهنتان یک بار مرور بکنیم که بیارین به اول. ناب خسروت یعنی این کلمات رو جا به جا کنم. نه جا به جا نکنین، فقط از آخر فکر کنین بیارین به اول. نو خس رود. رود. خب بر. دور دوست به نمی کلمه رو ما میگیم دکتر صاحب. نو خس رود درس خان. درس خان. درس خان. نو خس رود درس خان. کلمه بعدی. دکتر صاحب کلمه بعدی. سان شناور. سان شناور. بله. روش. نزدیک شده. نزدیک شده. روش. سن شناور. ناس. روش ناس. روان شناس. کلمه بعدی. یک زیادی. کلمه بعدی مارتها. مارتها. آه. مارتها. آه. مارتها. مارتها. آها آمدن دکتر صاحب. مار تها. آه تر. چون که این کلمه کاملا ناشده سده سده. مار تها. میتونم باید برعکسش کنم. خب برعکس بکنین. حروف ها رو بیارین پیش یک دیگه و ببینین که چی میشه مار تها. مار. اینجوری که آخرش میشه رام. خب اول کلمه هم که گفتیم تا رام. خب احرام کمی. مار تها. ته ته را یادتون ته را اضافه بکنین در احرام. تقلب. احترام. 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 کلمه بعدی هم ناتلس. ناتلس. سلطنت. سلطان. بله سلطان. کلمه بعدی آرزو جان. کلمه بعدی شهاب. شهاب. با بها باه بهاش با نه باهش. شهاب. شهاب. برعکسش بشه به الف. خب هشه و. درست؟ یک شو هاب. شو هاب. به الف ه او شه. چی میشه؟ با با. چون که آشنایی با کلمات ایوری ندارم، مثل سلطانی و رمشناس یه آشنایی ضعیف بودش اینا. اینجوری چون یه هایی نمیتونم مثل چی پیداش کنم اینا. خب شو هاب. شو هاب چی شد دکتر صاحب؟ شو هاب با نزدیک شدیم به فرصت که شو هاب با هوش. بله با کمک و همکاری ما تانستن داتر سب پاسخ را پیدا بکنن. کلمه بعدی هم حل صاف. چی؟ حل صاف.
حل صاف صاف با. فاس حل فاصله آفرین بله. و کلمه بعدی؟ کلمه بعدی هم کنجران کن کنجران جران ناجران نجران نج کن نک میشه خوب کنجران یک کن دو یک آله بسیار خطرناک هم هست بکر سایب چی؟ چی 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 خطرناکه؟ یک وسیله نارنجک؟ بله خیلی عالی، خیلی تشکر دکتر صاحب، لطف کردین از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه ما. سانستین دیگه دمی اواخرا بود که دکتر صاحب بله تازه را افتاده بودن ششتایی نداشت از کلماتون الان خطرناک گفت فهمیدم خطرناک اینجا چی میشه خیلی لطف کردین دکتر صاحب از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه ما در روز سوم عید و حضورتان باعث خوشحالی ما شد و چند دقیقه با هم دیگر بودیم و خوشحال ما ساختیم. من همچنین ممنون از محبتتون و خوشحال ما قبل مهمانی اینجوری رو داشتم. سلامت باشین. تشکر شما هم میتونین میوه های خشک استفاده بکنین و سپاس فراوان از یکایک شما خوبان و تنداران عزیزم که امروز هم با ویژه برنامه عید قربان در سومین روزش همراهی ما کردن و بیننده و شنونده خودتان بودن. تلاش و کوشش و کوشش ما هم بری بود تا بتانیم که بهترین ویژه برنامه رو در این سه روز عید تقدیم نگاه های شما خوبان بکنیم.